سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن، در هوای شرجی واشنگتن و البته چند روز هم مونده به آغاز بازی‌های نهایی جام فوتبال در روسیه که میدونم بسیاری از شما خودتون آماده ای تماشای مسابقات میکنید، با شما خواهم بود، نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه داخلی در ایران میگذرد و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین المللی اونچه رو که مربوط میشه به ایران و مردم ایران همراه با میهمانان برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. سنت دیرینه تفسیر خبر بوده و هست که دوشنبه شبها بیشتر بر محور نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه در ایران میپردازیم. بازتاب آن در عرصه بین المللی و نیز اینکه نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر در این زمینه چه میگویند؟ آیا حقوق بشر در ایران در عرصه بین المللی قربانی مصالح و منافع دولت‌ها و حکومت‌های مختلف شده است؟ پرسش‌های بسیاری در این عرصه هست، اما پیش از آن نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کارگران در ایران. تظاهرات گوناگون مختلف در شهرهای مختلف ایران از جمله در اهواز ادامه دارد در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران. در موارد حتی 14 ماه است که کارگران حقوق نگرفتند. چرا در کشور ثروتمند ایران با سرمایه های طبیعی و ملی کار به اینجا کشیده شده؟ کارگران بدون حقوق و کارفرمایان وابسته به حکومت دارایی های هنگفتی که بخشی از آنها را به خارج از ایران منتقل کردند. پرسش ها باز هم در این عرصه بسیار در میان خواهیم گذاشت با میهمانان دوشنبه شب تفسیر خبر. در واشنگتن آقای امیر حسین اعتمادی، عضو نهاد دانش آموختگان لیبرال ایران، تحلیلگر سیاسی نیست، و در تهران آقای مسعود مؤیدی، تحلیلگر سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به اهواز تا لحظات دیگر. استاندار بی ارزه نمیخوای، نمیخوای. 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 استاندار بی ارزه. سلام به شما آقای امیر حسین اعتمادی در اون سوی واشنگتن. سلام آقای چالنگی، امیدوارم خوب باشین. سلام میکنم به آقای مؤیدی در تهران و همه بینندگان برنامه شما. و همینطور آقای مؤیدی در تهران، سلام به شما. سلام عرض میکنم آقای چالنگی خدمت شما، جناب اعتمادی عزیز و همه بینندگان عزیزتون در تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که باز هم در خدمتون هستم. متشکرم از اینکه با ما هستید. آقای مسعود مؤیدی که تقریبا حدود یک سال پیش با ما بودن آخرین بار و بعد از غیبت طولانی با ما خواهند. اما آقای اعتمادی، شما در اون سوی کاخ سفید الان خوب دنیا منتظر ملاقات پرزیدنت ترامپ هست و رهبر کره شمالی که عملا از فردا آغاز میشه در سنگاپور. علارغم توجه جهان به این موضوع، برای میلیون ها ایرانی همچنان وضعیت ایران هست که دنبال میشه، از جمله شما. با
پرسش ساده من این هست، چرا یک حکومتی مثل حکومت ایران 40 سال بعد از این آمدن بر سر کار هنوز مشکلات اولیه‌ای که تولید کرده نه تنها برطرف نشده بلکه گسترده‌تر شده، کارگری کار میکنه، حقوق میکنه، چرا وضع به اینجا رسیده؟ عدم توانایی پرداخت حقوق، فساد، فقط تحریم هاست، دشمنی آمریکا با اسلام هست، چی هست؟ میتونیم بگیم که مهمترین دلیلش اون سیاست ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی داره به ویژه از سیاست خارجی. یعنی من به هیچ وجه مسائل داخلی ایران رو نه تنها جدا نمیدونم از مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که کاملا وابسته میدونم، مخصوص ایران هم نیست، یعنی در همه کشورها به نظر من سیاست خارجی و سیاست داخلی به هم پیوسته هستن و کاملا به هم مربوط هستن. شما نمیتونید در دنیای امروز 40 سال بر اساس ایدئولوژی، اونم یک ایدئولوژی تندرو و یک قرائت تندرو از اسلام سیاسی، با تمام دنیا سر جنگ داشته باشی، دشمن تراشی کنی، خواهان نابودی اسرائیل بشی، 40 سال شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بدی و انتظار داشته باشی که در داخل کشور بتونی یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد شکوفا داشته باشی، بتونی سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنی، بتونی شغل ایجاد کنی، بتونی جواب کارگران اینو که در کارخونه ها کار میکنن رو بدی. طبیعیه با یه همچین وضعیتی کارخونه ها راکد هستن، نمیتونن از عهده هزینه های جاریشون بر بیان و از جمله نمیتونن حقوق کارگران رو بدن. و تفسیر شما رو میشتم آقای معیدی، واقعا به همین میزان وابسته است امور داخلی؟ آیا حتی در همین وضعیت این پولهای به دست آمده، آیا بخشش اگر هزینه میشد، همین پولهایی که پرزیدنت اوباما در اختیار ایران گذاشت، حکومت ایران، اگر گوشه ای از این مسائل رو نمیتونست باش حل کنه، تفسیر شما رو میشنم، چرا کارگران اهواز در این گرمای تابستان باید بی حقوق باشن و بقیه کارگران؟ والا آقای چالنگی اجازه بدید بگم که من با آقای اعتمادی کاملا همراه هستم تو این موضوع، مضافاً بر این که وجود مدیران نالایق رو هم به این موضوع اضافه بکنید که اینها مثلا یکیشون، حالا یک نمونه بخوام بهتون بگم، یک وزیر 37 سال تو این مملکت فقط وزیر، خروجی عملکردش هم مشخصه و حتی نمیتونه قائم مقامی دیگه بکنه، ایشون فقط بلد وزیر باشه. وقتی که این آقایون فقط دارن میان، اجازه نمیدن، میلون نمیدن به کسانی که رفتن کار کردن، درس خوندن، زحمت کشیدن، این اتفاق میفته. ببینید شما در ایران وقتی میری پیش یک پزشک نمیگی اول آقای پزشک ببخشید شما مسلمان هستی یا یهودی، ولی مثلا رئیس بانک مرکزی اگر یک یهودی لایق داشته باشی اون رو نمیذاری، میگی چون یهودیه حتما باید مسلمان باشه، حالا شیعه باشه. لذا مدیران نالایق رو هم اضافه بکنید. در مورد حالا اون پولهایی هم که فرمودید آقای اوباما، من یک روایتی رو شنیدم، نمیدونم درسته یا نه، که مثلا اگر 122 میلیارد دلار پول دادن تو اون بازه زمانی، 22 تاش اومد داخل، ما بقیش خلاصه چمدونی همه رفت توی سوریه و یمن. و این میشه در تایید فرمایشات آقای اعتمادی عزیز که نظامی که ایدئولوژیک هست در هر صورت بیشتر اون ایدئولوژیکش براش مهمه تا مردمانش. خب ببینید آقای اعتمادی، ایشون میگن که متخصص نیستن، حالا که بدون هیچ رو در وسیع آیت الله خمینی همون روزای اول آمد و تأکید کرد که ما تخصص نمیخوایم، ما تعهد میخوایم. و من تردید ندارم که این مدیرانی که ایشون هم اشاره کرد به یکی از اونها که فکر میکنم بیژن زنگنه باشه، اینا در تعهدشون نسبت به ولایت فقیه، نسبت به حکومت، مساله حکومت، آیت الله خمینی و همه این بساط تردیدی وجود نداره. و حتی بخش بزرگی از خود مردم در انتخابات باز میرن، خب اگه صحبت تخصص هست، ریاست جمهوری این نظام یک روحانیه که چه تخصصی در امور بین الملل و بقیه مسائل داره، اون یکی رقیبش هم یه ملای شیعه دیگه ای بود. اشکال کار کجاست؟ این حکومت اساسش بر تخصص نبوده، بر تعهد بود. کاملا شما درست میگید. یک
نه تنها این در نظر که در عمل هم ثابت شده. همین اخیراً شما دیدید که یک جوان تحصیل کرده، یک کسی که به هر حال در دانشگاه‌های معتبر دنیا درس خونده بوده، در حوزه محیط زیست و آب تحت عنوان جوانگرای وارد ایران شد، معاون سازمان محیط زیست شد و دیدین که چه برای سرش آورد. شاید خیلی مشکل سیاسی هم نداشت ولی یاد آدم متخصصی بود، اما اون میزان تخصص اون اونقدری برای جمهوری اسلامی اهمیت نداشت که اون تعهد، اون چیزی که شما هم میگین، اون تعهد، اون التزامی که اینها نیاز دارن که یک فرد به تمام اون اصول جمهوری اسلامی از جمله ولایت فقیه داشته باشه. و به نظر میرسه که همینطور که شما میگین تخصص و لیاقت و شایستگی خیلی در جمهوری اسلامی نه تنها نیازی است که تأثیری هم نداره. یعنی من قبول دارم صحبت های آقای معیدی رو که بله در جمهوری اسلامی اصولا مدیر لایق یا نیست یا خیلی کمه، ولی من حتی فکر میکنم اگه اکثریت مدیران جمهوری اسلامی به فرض محال لایق هم بودن، باز هم با این در این چارچوب نمیتونستن کار زیادی از پیش ببرن. اون چارچوبه که خیلی مشکل داره. خب آقای معیدی، ببینید صحبت باز تخصص تعهد که میشه، بسیاری از این کارگزاران این حکومت داره تحصیلات هستن. آقای ظریف همچین آدم کم تحصیلاتی نیست. آقای علی اکبر صالحی سمت های مختلفی داشته، الان رئیس سازمان انرژی هسته‌ای هست. من اطلاع بسیار بسیار دقیق دارم که خب به هر حال ایشون شخص تحصیل کرده ای هست، از یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا هم فارغ التحصیل شده و از جاهای دیگه هم خود تحصیلات داره، ولی من اطلاع دقیق دارم ایشون، حالا خداوند میدونه ریاست یا غیر ریا، حتی کفشی که میپوشه اصرار داره مطمئن باشه چرمش از گوشت یا چرمش از پوست یا هر چه که هست گوسفند یا حیوانی است که به طور اسلامی ذبح شده باشه، یعنی ذبحش حلال بوده. تا این حد شخص متدین و اینها هست. یعنی به این نتیجه من میخوام برسم که افراد تحصیل کرده هم در این حکومت هست، از روزهای اول هم بوده، نه اینکه نبوده. ولی باز ما میبینیم کدوم جنبه، کدوم کفه هست که میچربه بر کفه دیگه ای. بفهم. بله آقای چالنگی، اگر که آقای علی اکبر صالحی اون کار رو میکنه، اعتقادش هست، اگر واقعا به اعتقادش مؤمن باشه و بحث منفعت طلبیش نباشه که بخواد بگه آقا یعنی من این کار رو میکنم، اشکال نداره، من میگم محترمه. مشکل از اونجای شروع میشه که برخی از آقایون متاسفانه امروز فقط ظاهرگرایی رو مد نظر قرار دادن. یعنی اینکه مثلا ما یک عزیزی رو که از وزرا بودند در دوره آقای هاشمی، کاندیدای ریاست جمهوری سال 92 هم بود، ما اجازه دعوتشون کردیم برای یه مناظره 45 دقیقه ملت رو نگه داشت که فقط نماز بخونه. خب من واقعا باور نمیتونم بکنم که اون نمازش نماز بود، به خاطر اینکه اگر بحث خداییش رو هم در نظر بگیریم، حق و ناس اونجا زمان مردم داشت از بین رفت. متاسفانه در طول 39 سال گذشته، همونجوری که حالا من همیشه گفتم ما 22 بهمن یک پله رفتیم بالا ولی 23 یک انحرافی پیش اومد، متاسفانه مدیران نالایق اومدن بر مسند قدرت نشستن و باعث شدن استانداردهای ما تغییر بکنه. یعنی اینکه آقای ظریف انسان بسیار محترم، انسان بسیار عزیز، انسان بسیار اخلاق مدار، ولی آیا ما از آقای ظریف بهتر نداشتیم؟ آقای ظریف در هر صورت در طول 30 سال گذشته همیشه یا سفیر ایران بوده در نیویورک، دیگه نهایتاً یه معاون وزیر بوده، یعنی همیشه تو اون رده های بالا بوده. ولی وقتی که میاد نتیجه برجام مثلا مشخص میشه و شما میفهمید که ای بابا این برجامی که امضا شده فقط یه داد و ستد بوده، حتی پیمان نامه نبوده، و اومده خیلی راحت دروغ گفته. لذا من واقعاً به دین برخی از این آقایون شک دارم. من همیشه این رو گفتم جمهوری ایران، کشور ایران سه پرچم داره: پرچم شیر و خورشید نشان، پرچم الله نشان و پرچم بی نشان. ما با پرچم شیر و خورشید نشان و پرچم الله نشان تکلیفمون مشخصه، میدونیم آقای جنتی میره توی نماز جمعه میگه مثلا این فتنه‌گرا رو باید همه رو سرشون رو ببره. مشکل ما با اون کسانی است که پرچم بی نشان هستن،
یک روز اینوری میچرخن، یک روز اونوری میچرخن. مثلا آقای ولایتی میاد بعد از برجام در تلویزیون میشینه و میگه که بله اگر برجام امضا نمیشد ما جنگ بالا سرمون بود، این خواست نظام بود. بعد از اینکه آقای اوباما، آقای ترامپ برجام رو به هم زد، خب هممون فهمیدیم و شنیدیم که چه حرفایی زد. یعنی خیلی راحت گردش میکنه. لذا میخوام بهتون بگم اگر واقعا ایدئولوژیکم بود من دلم نمیسوخت. ایدئولوژیکم شده مایه بازیچه برخی از این آقایون. یعنی دین، اینها به خدا دین هم ندارن، اینها دین رو وسیله قرار دادن برای اینکه زندگیشون رو بکنن. مگر آقای خاوری نبود؟ مگر چپیه نمینداخت روی دوشش که یعنی من یک انسان بسیار اخلاق مدار خدا پرست مسلمون اینها هستم؟ خب بعد عکسش رو در کانادا در کازینو دیدیم. لذا اون مواردی که شما میفرمایید من میخوام عرض کنم خدمتتون بیشتر ظاهرسازیه و البته متاسفانه مردم خوششون میاد. ببینید شما مثلا ما در داخل کشور تراول چک 50,000 تومانی داریم. شما اگر بری بانک بهت یه تراول چک 30,000 تومانی اصل بده کمی روش تأمل میکنی که ببینی اصله یا نه. ولی اگر توی خیابون یه کسی بهت تراول چک تقلبی 50 تومانی بده آنی میگیری. اصطلاحا میخوام بهتون بگم سکه رایج شده، یعنی مردم هم بدشون نمیاد، طرف دارن، مردم هم خوششون میاد. یه عزیزی میگفت بهروز وثوقی اگه در مثلا 37، حالا اون 37 سال رو که میگفت منظورش با قید زمان انقلاب داشت میگفت، اگر در 37 سال گذشته یک نقش بازی کرد ما امروز از صبح تا شب 37 تا نقش بازی میکنیم. حالا همین رو بستش بدید به مدیران جامعه. یعنی من مشکل رو در خودمون میبینم که اصلا این مدل پروری ما اصلا این گونه مدل پرور هستیم، مدیر اینجوری مدیرامون رو میپرورونیم. خب خاوری، یعنی خاوری اشاره کردن ایشون که از شفی مداران یا چپی مداران حکومت هستن که بر دوش میندازن این شفی فلسطین یا هر چی که هست، و سابقا هم مؤمنان یا این جلوه بر محراب و در محراب منبر میکنن چون به خلوت میرون کار دیگه میکردن، الان چون به کانادا میرون ظاهرا کار دیگه میکنن. اما واقعا آقای امیر حسین عزیز، موضوع افراد یا نه این یک ساختاریه که تولیداتش همین، موضوع این هست که اگر افراد بهتری صالحتری تحصیل کرده ای رو بیارن بزنن جای این افرادی که هستن کار درست خواهد شد. اگه کسایی که مثلا نماز شبشون ترک نمیشه یا هر چی که، موضوع مشکل اساسی کجاست؟ این نظام در ساختارش دچار اشکال هست یا در افراد و مدیران؟ من در جواب سوال قبلی هم آخرش گفتم من مشکل رو کامل ساختاری میبینم. یعنی اولا که واقعا یک فرض محالیه که شما بتونی یک سری افراد لایق شایسته‌ای که نخوان دورویی کنن، نخوان به فساد تن بدن رو در این سیستم بتونی نگه داری. یعنی من تصور نمیکنم یک فرد با این ویژگی ها بتونه با چنین سیستمی که توش فساد به طور سیستماتیک و ساختاری نهادینه شده با این بتونه تو این سیستم کار کنه. و برای همینم هم تاکید دارم همیشه در این وقتی که این فرض رو میگم یک فرض محالیه. با این فرض محال هم واقعا در این ساختار شما خیلی من تفاوت زیادی نمیدیدم. یعنی فکر کنید مثلا به جای آقای عباس آخوندی که مثلا الان وزیر راهه و میدونیم که باجناق آقای ناطق نوریه، شما امروز مثلا یکی از اساتید سکولار دانشگاه تهران در حوزه شهرسازی رو شما بذارید اونجا بشه وزیر راه، چه کاری میتونه بکنه وقتی که همچنان باید در اون سیستمی کار کنه که اولویتش و ترجیحش اینه که به جای اینکه در کشور راهسازی بشه، به جای اینکه در کشور هواپیماهای نو بیاد، به جای این ترجیح بده که هواپیماهای موجود رو هم صرف فرستادن اسلحه و نیرو به سوریه بکنه. یعنی میخوام بگم که در این سیستم اولویت ها چیز دیگه ایه و افراد نمیتونن که تأثیر داشته باشن، نقشی داشته باشن در اون اولویت ها، برای اینکه اون سیاست های کلان جای دیگه ای در واقع تصمیم گیری میشه دربارش و اون جای دیگه هم یک جاییه که نه پاسخگوه نه مسئوله
و نه قابل تغییر با بر اساس رأی مردم و نظر مردم. آقای معیدی، اما خیلی ها در درون خود نظام و خیلی ها در بیرون از نظام، در خارج از کشور حتی، حالا به هر دلیلی معتقد هستن که این نظام رو میشه اصلاحش کرد، میشه این ساختار رو اصلاح کرد. شدنیست؟ بله، من قطعا قائل به این هستم که ما راهی جز اصلاح نداریم. دلایل زیادی هم براش دارم، علاوه بر این که معتقد هستم که این نظام اصلاح شدنی هست، معتقد هستم که راهی هم جز این قضیه نداریم. ببینید، ما 70% قانون اساسیمون تعطیله. اون 30% هم که داره اجرا میشه، 30%ه که حالا آقایون تفسیر کردن مطالبه به مطلوب هر جوری که دلشون میخواد دارن عنوانش میکنن. اما ببینید آقای چالنگی، این که این نظام اصلاح پذیر هست یا اصلاح پذیر نیست، دقت بفرمایید، این که بگید یک پسری پسر خوب هست یا پسر خوبی نیست، یک پسر خوب رو با بد رو باید ادبش کرد. ما راهی غیر از این نداریم. سال 57 اگر انقلابی شکل گرفت، دقت بفرمایید، 35 میلیون جمعیتی که آمد انقلاب کرد، مفروضمون رو میخوایم این بذاریم، این 35 میلیون دغدغه نون شب نداشت، دنبال آزادی هاش بود، از مشروطه شروع شده بود، دنبال آزادی هاش بود. طبقه متوسط، یعنی بخش تاثیرگذار جامعه، شیب رو به بالا داشت، این فقط میخواست که به اون بخش آزادی های سیاسیش برسه. بالاخره ما در سال 55 54 56 رقم 5000 و 4000 زندانی سیاسی رو داریم. از اون طرف ببینید، یک اپوزیسیون واحد شکل گرفته بود، در رأسش یک پیرمردی بود که اولا همون پیرمرد بود، پس دنبال جاه و مقام نبود، اون چیزی که ما در فرهنگ خودمون داریم میسازیمش. تا قبل از اون روزها هم نه دستش به خونه کسی آلوده بود و نه اینکه مالی خورده بود. مضافاً بر اینکه ما ملت ایران به لحاظ فرهنگی و پیشینه تاریخی اصلا آدمای مذهبی هستیم، بالاخره یه چیزی حدود 7000 سال تاریخ مذهبی داریم ما، لذا مردم خب به ایشون اقبال نشون دادن. یک اپوزیسیون واحدی شکل گرفته بود، جوری که شما در یک مقطعی، یعنی از 14 بهمن تا 22 بهمن میبینید دو تا دولت داری. اما آقای چالنگی، فرض کنیم که این نظام اصلاح پذیر نیست، خیلی خب، حالا میخوایم انقلاب بکنیم. من از شما میپرسم، 40 سال عزیزانی که متاسفانه، من واقعا متاسفم که اینها در تبعید و مهاجرت اجباری هستند، هنوز نتونستن دور یک میز بشینن. نه تنها دور یک میز نمیتونن بشینن، که خب اینجا میان براشون فیلم هایی درست میکنن که آقا ببینید اینها دارن این کارا رو میکنن. مثلا یه فیلمی درست کرده بودن، اینا از سال 84 دارن مملکت رو میگیرن. از حالا اجازه بفرمایید آقای معیدی، قبل از اینکه به این بحث برسیم، اجازه بفرمایید من یه نکته کوچیک بگم، فقط خیلی کوتاه، برای اینکه یه بحث دیگه است حتما بهش میرسیم، ولی حتما میرسیم. آره، ولی فقط میخوام اینو بگم، عرب خوزستانی که بفهم. من در خدمتتون هستم آقای چالنگی. ببینید، بهتون بگم که هست، فرض کنید که نظام اصلاح پذیر نیست، ولی اون اگر انقلاب بشه، از فردای اون انقلاب به اون عرب خوزستانی که نفت زیر پاش رو فروختیم، پول نفتش رو که ندادیم هیچی، خرابی‌های جنگ که براش موند هیچی، تازه سد گتوند هم براش ساختیم، رودخونه کارونش هم شروع کردیم، کشاورزیش هم خوابید، جوابمون چیه؟ همیشه اجازه بفرمایید، حتما راه حل بهترین راه حل نیست. اجازه بفرمایید، البته من یک توضیح بدم، چون این روزا در این کنفرانس های ریز و درشتی هم که این ور اونور میشه این صحبت میشه، که صحبت از نظر آماری و جغرافیایی متاسفانه صحبت نادرستی است. نفت ایران، نفت خوزستان نه تنها متعلق به عرب خوزستانی نیست که اکثریت هم در خوزستان نداره، همونطور که متعلق به بختیاری های خوزستان نیست، به شوشتری ها نیست، یک منبع ملی هست. مسئله این نیستش که این صحبت گروه هایی که معلوم نیست نماینده کدام مردم خوزستان هستند یا کدام مردم عرب ایرانی، این سخن رو هم در جاهایی در کنفرانس های این ور اونور هم مطرح میکنن که سخن نادرستیست و مورد صحبت ما امروز نیست. اما خیلی مختصر بفرمایید آقای معیدی، این اصلاحی که میفرمایید خیلی مختصر، خب مکانیزمش به چه شکلی است؟ یعنی به چه شکلی میشه اصلاح کرد این حکومت؟ خیلی کوتاه.
ببینید گام اولش اینه که ما بتونیم 70% معطل و تعطیل قانون اساسیمون رو از حالت تعطیل به صورت بالفعل و بالقوه در بیاریم. اگر بله اون موقع دیدیم که نخیر این 100% پاسخ نمیده، اون وقت میریم رو بحث دیگه ای. من معتقد هستم که ظرفیت های قانون اساسی این قابلیت رو داره که ما برسیم به اون نقطه ای که به قول معروف مدینه قابل من و شما وسط حرفتون فقط یه پرمجه اون مواردی هم که شما فرمودین رو من از جایی نشنیدم، من حرف دل خودم بود در مورد اون. بله حتما حتما میفهمم. اجازه بدید در این موردشون بفرمایید. من یه سوال از شما بپرسم. آقای چالنگی میپرسن راهکار شما چیه؟ شما میگید ما اون 70% رو برگرد. اولا که من نمیدونم واقعا اون 70% چیه، وقتی در قانون اساسی خودش اومده که تفسیر با شورای نگهبانه دیگه شما من و شما کاری نیستیم. شورای نگهبان 12 نفرن، 6 تا فقیه، 6 تا حقوقدانی که آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه تعیین میکنه و اونا حق تفسیر دارن، من و شما حق تفسیر. حالا فرض کنیم 70% شما میگین درست، راهکار شما چیه؟ راهکارتون رو بگین، شعار ندین که ما میخوایم حق این کارو بکنیم. یعنی همین ایرادایی که به اپوزیسیون شما میگین 40000 خب شما در قدرت، نیروهای شما در قدرت هستن، اصلاح طلبها در قدرت بودن، قاعدتا شما قدرت اجرایی داشتین برای عملی کردن این اصلاحات. چه کردین؟ اگر نکردین چرا نتونستین بکنین و راهکارتون برای بعد از این چیه؟ اینو بگین. به نوعی کار ما رو هم ساده کردن. ببینید آقای اعتمادی، اول اینجا یک من پاسخ بدم. بفرمایید. بله بله من بگوشم. بله عرضم به حضورتون. ببینید آقای اعتمادی، متاسفانه اون عزیزانی که سال 76 اومدن بر مسند قدرت نشستن، من همیشه گفتم ای کاش اسم خودشون رو اصلاح طلب نمیذاشتن. اصلاح طلبی یه چیزیه که همه جا هست، پذیرفته شده هم هست، یکی از لوازمی هستش که وسایلی هستش که شما برای اینکه خونت رو درست بکنی الزاما ازش استفاده میکنی، حتما که نباید بزنی خرابش بکنی. من اگر نقدی به اپوزیسیون کردم، همیشه این نقد رو اینورم کردم، یعنی گفتم آقایون این طرفم نمیتونن، ما هنوز تمام احزاب در داخل جمهوری اسلامی رو بخوایم جمع بکنیم توی اتوبوس تمام اعضاش جمع نمیشن. آقای حزب اعتماد ملی تازه اومده بعد 10 سال کنگره گذاشته، خب این که حزب نمیشه. ببینید اگر گفتم ظرفیت قانون اساسی 70% این رو آقای اکبر اعلمی نماینده مجلس در آورده و ما داریم به اون استناد میکنیم. من استناد ایشون رو که دارم میگم شما هم در استناد ایشون که حالا من نمیدونم ایشون پیامبر که نیستن، اگه پیامبرم بودم میشد روش حرف زد. شما باید بگین که چه جوری 70% ظرفیت مونده وقتی که شورای نگهبان 12 نفر وظیفه تفسیرش با شورای نگهبانه، یا یه نهادی مثل ولایت فقیه است که حکم حکومتی بهش این اختیار رو بهش داده که هر کاری بخواد بکنه، ولی مطلقه فقیه. بفرمایید آقای مؤید، یعنی پرسش اینه که ببینید شما میگید براندازها اون کسایی که میگن این حکم، اولا در مثال من فکر میکنم نه اینطور نیست. یک خونه ای اتفاقا همین 2 روز پیش من اینجا خونه ای دیدم بسیار مدرن تازه ساختن، یک دیوار قدیمی رو نگه داشته بودن. ببینیم ما این دیوار بخشش رو که شومینه هم داشت نگه داشتیم برای اینکه قشنگ. بعد جو میبینن خونه از پایبست ویرانه. آیا این حکومت از پایبست ویران نیست؟ آیا شما فکر میکنید ترمیم میشه؟ آیا میشه مثال حکومت رو با بچه آدم زد، پسر آدم که اگر مثلا ناسازگاره به هر حال میشه با 4 تا تنبیه، با 4 تا هر چه که هر جایزه متوجه شد که بالاخره به راه میاد یا نمیاد. به هر حال داشت عباس قلی خان پسری و بقیه براندازها به قول شما میگن آقا ما این رژیم رو میخواییم برداریم، رژیم مورد نظر خودمون رو بذاریم. این حرفشونه که جوری میخواییم برداریم از طریق فعالیت‌های مدنی، از طریق مسلحانه، هر طریقی که داره. اصلاح طلبها چطور میخوان اصلاح کنن این قضیه رو؟ همون 70% که اشاره کرد. بفرمایید. ببینید آقای چالنگی، هر گونه تاریخ ایران داره نشون میده ما هر وقت حرکتی تند انجام دادیم نتیجه عکس گرفتیم. من معتقد هستم و اون کسانی که من هم مثل اونها دارم صحبت میکنم و اتفاقا اکثریتشون هم در داخل هستن، اینها تو کف خیابون دارن رخ تو رخ با مردم صحبت میکنن. ببینید آقای چالنگی، اگر ما معتقد هستیم که اشکال نداره یه اتفاقی افتاده، حالا باید لاپشتی بریم جلو، چون انقلاب نتیجه خودشو نشون داده. حداقل نسل پدران ما که متخصص در سوزوندن فرصت ها هستن به اونها که نمیشه اعتمادی کرد، نتیجه کاراشون رو دیدیم. من معتقد هستم که رفتیم اتفاقا جلو، همین ظرفیت های قانون اساسی 4 نهاد
شورای نگهبان، بیت رهبری، مجلس خبرگان، عرضم به حضورتون که و قدرت‌هایی که سپاه پاسداران داره. مثلا میخوام بهتون بگم، ببینید در سپاه پاسداران، در اساسنامه سپاه پاسداران، اتفاقا سپاه پاسداران منع شده از هر گونه فعالیت اقتصادی. اگر قائل به این باشیم که قانون بد بهتر از بی‌قانونی هست، با همون قانون بد میریم جلو و میزنیم. تا حالا هم رفتیم و زدیم. بالاخره اگر امروز عزیزان ما اون طرف استنادهایی هم دارن، استنادهایی که ما در داخل رفتیم تاونشو پس دادیم. لذا من معتقد هستم که اول باید 70% قانون اساسی که معطل هست یا تعطیله اینها به صورت بالقوه بشه. اگر دیدیم اون موقع بله نشد، خیلی خوب، اونم یه راهکاره. براندازی و انقلاب یک راهکار هستش، اما همیشه آسون ترین راه حل بهترین راه حل نیست. این رو بیایید بپذیریم. یکی از دیگر موارد، من قائل هستم به این که اگر حتی امروز رژیم عوض بشه، اون رژیم مد نظر حالا هر عزیز دیگه بیاد مستقر بشه، آقای چالنگی، آش همین آش و کاسه همین کاسه بره. به خاطر اینکه تا زمانی که ما خودمون رو تصمیم نگیریم درست بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. اجازه بفرمایید آقای مؤیدی. اولا این حتما بفرمایید، ولی این که میفرمایید ما تاون نشو دادیم، بسیاری از اینهایی که در زندان به قتل رسیدن، کشته شدن، اینها اصلاح طلب نبودن. از ستار بهشتی گرفته تا بسیاری. اگر کسانی از اصلاح طلب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اگر از اصلاح طلبای کسانی در زندان هستن، بسیاری از این اصلاح طلبها در کشتار دست داشتن، در سرکوب ها دست داشتن. آقای تاجزاده برای من مهم نیست چه کسایی رو به قتل رسوندن در گروه هایی که بودن یا شکنجه کردن یا زدن، ولی الان به دلایلی در زندان هست. این ما رو حالا فرصت شد راجع به صحبت نمیم بفرمایید آقای امیر. ببین ما آخرش نفهمیدیم که راهکار آقای معیدی و دوستانشون چیه. ایشون یک باید هایی رو میگن که اتفاقا آقای خامنه‌ای اخیراً تو سخنرانیشون بیشتر میگن. یعنی آقا شما اگر صحبت های آقای خامنه‌ای رو گوش کنین، ایشون الان رهبر اپوزیسیون هستن، باید این کار بشه، باید اون کار بشه، باید این طور بشه. آقای روحانی هم همینطور. ولی مسئله اینه که این سیستم چجوری میخواین شما، هم میگه سپاه نباید، مثلا سپاه در فعالیت اقتصادی نباید بکنه. راهکار شما چیه برای اینکه سپاه جلوی فعالیت اقتصادی سپاه رو بگیرین؟ آیا تونستین از سال 76 که امروز 97 21 سال شده، ذره این رو متوقف کنین یا نه روز به روز بیشتر شده؟ اصلا دخواب با ورود سپاه به اقتصاد در چه دوره‌ای بوده؟ مگه از دوره آقای هاشمی رفسنجانی که امروز بوت اصلاح طلبانه، پدر معنوی اصلاح طلبانه، از دوره اون مگه شروع نشد همین ورود سپاه؟ در دوره آقای خاتمی مگه شدت نگره؟ در دوره آقای روحانی ببینید بودجه سپاه چقدر شده؟ ورود سپاه، حضور سپاه در اقتصاد ایران چقدر افزایش پیدا کرده؟ همون 1.7 میلیارد دلاری که شما در اول برنامه گفتین که چه شد آقای اوباما فرستاد، مستقیما رفت برای در اختیار سپاه قرار گرفت در همین دولت آقای روحانی. وقتی که ما از راهکار حرف میزنیم، باید راهکار عملی باشه، نه اینکه بگیم باید اینطور بشه، باید اونطور بشه. اگر با گفتن باید ها بود که تا حالا شده بود. مسئله که شما هیچ راهکاری ندارین، روز به روز این مملکت رو نابود کردین. اصلاح طلب به اندازه آقای خامنه ای و سپاه پاسداران مسئولن در وضعیت امروز. امروز اگر کشور ایران مشکل محیط زیست داره، مشکل کمبود آب داره، بخش مهمیش و بخش اصلیش برمیگره به همین دولت‌های اصلاح طلب. تمام وزرای نیرویی که در این 20 سال و 30 سال سیاست‌ها رو دنبال کردن، سیاست‌های دولت‌های اصلاح طلب بوده که با سدسازی‌های غلط آقای هاشمی رفسنجانی و بعدتر آقای خاتمی و بعد اون طرح‌های انتقال آب مملکت رو به این روز رسوندن. امروز اگر آقای نتانیاهو میاد به مردم ایران پیام میده که ما حاضریم دانش و فناوری انتقال آب رو بهتون منتقل کنیم و در عرض 24 ساعت کانال تلگرامش بالای 70-80 هزار تا عضو میگیره و همینطور هم داره بیشتر میشه، یک دلیل خاص داره. برای اینکه مردم فهمیدن که راه حل در داخل نیست، راه حل در دوستی با دنیاست، راه حل با رفتن این چهارچوبه. راهکار داره. شما اصلا فکر نکنید که برانداز راهکار ندارن. شما اگر در سال 1987 1986 1983 در حمایت از حفظ ساختار کمونیستی میستادیم و میگفتین یک پسر خوب دارم و این پسر بده و ما باید این رو اصلاح کنیم، بله ممکن بود بعضیا بگن بله چه مثال خوبی هم میزنه. ولی 3 سال بعد 4 سال بعدش همون امپراتوری شوروی سقوط کرد، فروپاشی کرد. برای اینکه اون نظام اصلاح پذیر نبود، با کمترین گشایشی فروپاشی کرد.
شما نمیتونی بگی که ما نظام آپارتاید رو میخوام اصلاح کنی. نظام آپارتاید اصلاح شدنی نیست، اون ذاتشه. نظام آپارتاید رو باید برد. شما نمیتونی فاشیسم رو اصلاح کنی، فاشیسم باید بره. جمهوری اسلامی هم آپارتایده، هم فاشیسمه، هم حکومت ایدئولوژیک اقتدارگراست و باید بره. بفرمایید آقای. نه من صحبتی ندارم، بخاطر اینکه من بارها تو برنامه‌تون گفتم که من نیاد اون روزی که بخوام از طیف اصلاح طلبان حاکمیتی باشم. صحبتی که من دارم، شاید بله ما یک بخش اندکی هستیم در داخل، ولی قائل هستیم، به راهمون هم اعتقاد داریم، حالا حکومت فاشیستیه فلان، حالا هر چی که هست، من تابع هستم. اگر که آقای نتانیاهو رفته اون حرف رو زده و مردم بهش اقبال نشون دادن، بله قطعا باید بشینیم فکر کنیم که کجا رو خطا کردیم. ولی با براندازی امروز من موافق نیستم. ولی آقای اعتمادی خواهش میکنم یک بار بپذیرید اون اصلاح طلبی که شما دارید میگید با اون چیزی که ما داریم در داخل صحبت میکنیم، زمین تا آسمون فرق داره. این یک. دومی که آقای چلنگی، من اگر از تو اون پس دادن در داخل گفتم، همه عزیزان هستن، فرقی نمیکنه. هر عزیز با هر نگاهی که بوده اینجا، اگر یک تاوانی پس داده و باعث شده راهی باز بشه، این قابل احترامه. من اصلا منظورم این نیستش که یعنی ما طیف اصلاح طلبا تافته جدا بافته هستیم، ما بقیه همه بدن. نخه، من در هر صورت نوشته هام، صحبت هام، همه گویای این هستش که معتقد هستم برای رسیدن به اون آرمان شهری که هر عزیزی بتونه بیاد توش صحبت بکنه، با براندازی، با توجه به حال و روز امروز مردم ما تو کف خیابون و شرایط منطقه جواب نمیده. فقط همین. و باید اصلاح کرد. خب شما این حرفتون کجا جدا میشه از اون کسانی که شما اصلاح طلب حکومتی ازشون اسم بردید؟ کجا جدا میشه؟ چه فرقی داره؟ کیا هستن که اگر فرقی هستن؟ اونجایی جدا میشه که در جنبش دیما، اونجایی جدا میشه که در جنبش دیما آقای خاتمی میاد اونها رو خطاب میکنه بیگانه ها، آقای جلایی پور میاد بهشون میگه کرکس ها، ما هم میگیم نه خیر، اینها مردمی هستند که حق اعتراض دارن، خونشون هست و حالا رسیدن به اون نقطه ای که دنبال مطالباتشون هستن. خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه ما مردم تا به امروز مطالبه محور نبودیم. ما میرفتیم رأی میدادیم و تصورمون این بود که تنها سهممون از سیاست ورزی در جامعهمون همون رأی دادنمون هستش، در صورتی که رأی دادن آغاز مطالبه محوریه. یعنی اینکه آقای رئیس جمهور باید بدونه که ماهی یک بار باید بشینه جلوی رسانه و محکوم بشه. این محکومیت از کجا میاد؟ از مطالبه‌ای که توی کشور ایجاد میشه. مردم رو باید آگاه کرد، یعنی سیستم رو باید از پایین به مرور یواش یواش مردم یاد بگیرند که سوال بکنن. مثالش جنبش دیماه که عرض کردم. یعنی اینجور جدا میده. ولی یک سوال هست خیلی کوتاه بفهمید. ببینید مردم باید یاد بگیرن یا دولت باید یاد بگیره؟ ببینید مردم، شما میگین این مردم خونهشونه، باید حرفشونو بزنن. از جمله شعار دادن رضا شاه روحت شاد، از جمله گفتن جمهوری ایرانی. آیا شما به عنوان اصلاح طلبایی که از خاتمی و بقیه فاصله گرفتید، تایید میکنید که حق دارن خواستار این بشن که نوع حکومت رو با جمهوری اسلامی بار دیگه همونطوری که در اسلام بوده، خلفای اسلامی هر از چنگاهی بیعت رو مثلا به هر حال دوباره بیعت میکردن مردمان با اون. حالا من آیا با رفراندوم یا هر چه اسمی داره، نگاه من چی هست بماند؟ آیا شما به عنوان یک اصلاح طلب موافق هستید که حق دارن خواستار این باشه نوع حکومتشون؟ مردم از کجا که یاد نگرفتن؟ همون که شعار دادن همین مردم. ببین آقای چلنگی، اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا. بفرمایید. بله بله، اتفاقا قبل از تمام این مسائل سال گذشته، خود من وقتی پایگاه خط سوم را انداختم، تو مانیفستمون آوردیم که جامعه امروز ایران از اصلاح طلبی و اصولگرایی در قالب گفتمان سیاسی رایجش عبور کردن. اصولگرایان که تکلیفشون مشخصه، اینها همیشه گفتن حکایت ما و مردم، حکایت مداد و مداد تراشه، یعنی هی میتراشه، هر کی با ما نیست بره پایین. اصلاح طلبان حاکمیتی هم متاسفانه انقدر دروغ گفتن به مردم که دیگه مردم دل سرد شدن. و لذا اگر رسیدیم به اون روزی که حالا من و شما هر دو با روش‌های مختلفی، چه اشکالی داره نه تنها شعار بدن،
حتی اگر حکومت خواست پادشاهی بشه من تمکین میکنم، چون خواست اکثریت مردمه. آقای اعتمادی، آیا پاسخ روشنی بود به پرسش های شما و مطلب شما؟ ببینید، من میفهمم که گروه هایی هستن در ایران که از جنس اصلاح طلبان حکومتی نیستن و همچنان میخوان خودشون رو اصلاح طلب بنامن. من با این مشکلی ندارم، اما قسمتی که متوجه نمیشم اینه که خب راهکار این دوستان برای اصلاح چیه؟ من همچنان سوال اصلیم همینه که امثال آقای معیدی، آقای خزعلی، کسان دیگه که میگن آقا ما اصلاح طلب واقعی ما هستیم و اونا اصلاح طلبان فرصت طلبن یا هر چیزی که اسمی که براشون میذارن، راهکار این دوستان برای اصلاح چیه؟ یعنی چجوری میخوان این سیستمی که متسلبه، سیستمی که راه اصلاح رو من نشون داده تو این 20 سال بس، اینو میخوان چجوری اصلاح کنن؟ سیستمی که حتی اجازه نمیده آقای خزعلی کاندیدای چه میدونم مجلس بشه، آقای معیدی کاندیدای مجلس بشه، چجوری وقت شما نمیتونین این وارد حتی شورای شهر بشین، یک شورای محله بشین، چجوری میخواین این سیستم رو اصلاح کنین؟ به این فرضی که به فرض این که امثال شما، امثال آقای خزعلی و دوستان شما وارد این سیستم بشن، تازه بتونن اصلاح کنن. یعنی من هنوز به اون مرحله نرسیدم، سر همونم حرفه که نمیتونین اصلاح کنینش. اما به فرض محال که شما وارد این سیستم بشین، شما هنوز در اون مرحله اول گیر کردین و موندین، هیچ چشم اندازی هم وجود نداره که این حکومت نه به امثال شما، به خیلی از شماها محافظه کارتر اجازه ورود بده، یعنی راه ها رو به شماها بسته. من سوال اصلیم همچنان سر جاش، راهکار شما برای اصلاح، راهکار امثال شما، من کاری به اون اصلاح طلبا که در خودتونم میگی منتقدشون هستینم، راهکار امثال شما و آقای خزعلی برای اصلاح سیستم چی؟ خب ببینید، این حرفو من یه موضوع دیگه بهش اضافه کنم، راجع به فرزندان که میگین، یا هر کسی به هر حال نقش پدر مادر هست که میتونه اعمال نفوذ بکنن روی بچه. شما به عنوان نوع دیگری از اصلاح طلبان چه نفوذی دارید که بتونید اون اعمال بکنید برای اجرای اون بقیه قانون اساسی که شما بهش اشاره کردید؟ ببینید آقای چلنگی، بذارید من یه مثال اول براتون بزنم. بازم من تاکید میکنم ما راهکارمون همون بالقوه کردن ظرفیت های قانون اساسی در شرایط فعلی. نه چطور؟ در دوره انتخابات این که راهکار نیست که آقای مایدین شماره عرض کنم خدمتون، الان عرض میکنم خدمتون، الان عرض میکنم خدمتون. در دوره انتخابات آقای دکتر خزعلی، من و یکی دو تا دوستان دیگه، ایشون افتاده بودن با این عنوان که آقا بالاخره ما باید یه کاری بکنیم که این کارهایی که شورای نگهبان در نظارت استصوابی انجام میده از بین بره. چگونه میشه این کار رو کرد؟ آقا مثلا 10 نفر آدم بیان، چون متاسفانه قانون انتخابات در ایران یه چیز عجیب غریبیه، مثلا توی شورای شهر شما حتما باید لیسانس داشته باشی، توی مجلس فوق لیسانس، بعد ریاست جمهوری اصلا مدرک تحصیلی هم نداشته باشی مهم نیست. عرضم به حضور شما که همین که افراد بیان برن پخش بشن، چون تعداد زیاده، آدمهایی که برند هستن، و همین اگر این بحث این که اینها رد صلاحیت میشن، این تاوانش برای حاکمیت بالاست. هر چند که در این دوره از انتخابات ببینید 6 نفر کاندیدا بودن، خروجی شورای نگهبان بودن دیگه، ما اینجوری میگیم باید بریم جلو. این 6 نفر خروجی شورای نگهبان به جز یک نفرشون مشخص شد 5 نفر خونه ملک نجومی گرفتن، پول گرفتن، کار خلاف کردن، فساد کردن. راهکار همینه، ما راهکارمون با همین روش خودشون هستش. یعنی اینکه اگر آقای رئیسی اومد یک قالب صادق اشتباه آورد، برایش یک قالب باقر بیاری و به مرور این قاله ها رو بذاری کنار، چون دنیای امروز دیگه این قاله ها رو نمیپذیره. آقای حسین دهباشی اومده با یکی از این آخوندهای حوزه علمیه قوم مصاحبه کرده، ایشون تو اونجا داره میگه که قرآن در حوزه علمیه اصلا قابل قبول نیست، چون که ما تصورمون بر اینه که قرآن 3 برابر اینه و دست حضرت ولی عصره. خیلی خوب، ما قرآن رو گذاشتیم کنار، تمام استناداتمون به روایاته. ببینید همین شده یک علم و امروز سوال از داخل که آقا چه خبره؟ از همین طریق من فکر میکنم که میشه، یعنی این که از همون ظرفیت هایی که اونها ایجاد میکنن. بله، یعنی و هدف حفظ حکومت دینیه یا نهایتا جدا کردن به هیچ عنوان ها ارنو قاله از حکومت هر قاله. آی چالنگی ببینید، من اول برنامه خدمتون عرض کردم، گفتم که یک رئیس بانک مرکزی میتونه یهودی باشه،
چرا نباشه؟ اصلا و ابدا. اصلا دی امروز خود آقایون اصولگرا هم بعضن به این نتیجه رسیدند که دین باید از حکومت جدا باشه. ما که از اول گفته بودیم که نخه، اصلا دین بره در حوزه شخصی مردم. باز هم تاکید میکنم انشاءالله برسیم به اون روزی که اگر حتی من نمیدونم یه فاشیست هم رسید بهش تمکین بکنیم، یعنی رأی مردمه، به رأی اکثریت مردم احترام بذاریم. این کاریه که من معتقد هستم باید بکنیم. و فرق اینه که آقای اعتمادی معتقد الان یک فاشیست هست در اونجا و به هر حال همه به نحوی کسانی که به پای صندوقای رأی میرن به گفته ایشون از حرفشون استنباط میشه کرد دارن تمکین میکنن. شما بفرمایید آقای اعتمادی، آیا چون شیوهی میشه به طور کلی با ابزار یک حکومت به گفته شما فاشیست، مستبد، خودکامه، نجات پرست، هر چی که هست، با چنین خصوصیت با ابزار خود همون حکومت رسید به دموکراسی، اساسا به چیزی غیر از اون حکومت؟ اگر هم شدنی هست واقعا چند نسل طول میکشه ای رفت پای صندوقهای؟ شاید دو نسل، من نمیدونم، از شما میپرسم. ای پای بد و بدتر رو به این شیخ ما رأی ندیم، اون یکی شیخ بهتره و این قالقیلش بهتر از قالقیله اون یکی هست احتمالا. بفرمایید. این راهکاری نیست که آقای خزعلی و ده نفر دیگه هر چهار سال یه بار، دو سال یه بار برن اونجا ثبت نام کنن و بعد رد صلاحیت بشن و بعد بگن که بله حالا ما رد صلاحیت شدیم ولی حرفمون هم زدیم و تهش بریم به یک آخوند امنیتی فاسد مثل روحانی که به گفته آقای معیدی خودش هم ملک نجومی گرفته، بریم به همون هم رأی میدیم. این راهکار نیست. راهکار اون کاری که کامیونداران ایران الان چند هفته است دارن میکنن، اعتصابی که کامیونداران میکنن، اون راهکاره. راهکار اون کار این کارگرانی که چندین روز الان، من اهواز فقط میگم چندین روز، اگر جنبش کارگریان الان بیش از یک سال دو ساله که این اعتراضات و اعتصابات رو داره انجام میده، راهکار همین اعتراضاتی که کارگران داره میکنن. راهکار اون حرکت بی‌نظیری که کشاورزان در اصفهان کردن و رفتن پشت به منبر امام جمعه نشستن و گفتن که رو به میهن پشت به دشمن. راهکار اعتصاب در بانه است، اعتصاب در حمایت از پولبران در بانه است. راهکار اعتراضات سراسری دیماه، اینها راهکاره. اینها کاریه که در جاهای دیگه دنیا، در آفریقای جنوبی، در لهستان، در جنبش همبستگی در لهستان، در چکسلواکی، در خیلی جاهای دیگه دنیا انجام شده، تجربه شده و به نتیجه رسیده. راهکار کاملا مدنی، روش‌های مسالمت‌آمیز. با استمرار اینها من مطمئنم که در ایران هم ما به زودی به نتیجه میرسیم. راهکاری نیست که آقای معیدی بشینن بگن ما باید این کار رو بکنیم. در زمین داره این پیاده میشه راهکار. و امیدوارم که امثال آقای معیدی، آقای خزعلی، به جای روش‌هایی که به نظر من شکست خوردنش دیگه مشخص شده، یعنی معلومه که این روش‌ها شکست خورده است، این راهکارا رو ببینن و از اون حمایت کنن، به اونها بپیوندن. خیلی مایل بودیم این بحث رو حتما در شماره‌های آینده ادامه میدیم، مایل بودیم امروز ادامه بدیم، اما میهمان دیگری در ایران منتظر ما هست، به ما خواهد پیوست، از مدت‌ها پیش هماهنگ شده و امیدی نیست که شاید در شماره‌های بعدی بتونیم میهمان دیگرمون رو داشته باشیم. اینه که من با هر دو میهمان عزیز برنامه خداحافظی میکنم به امید دیدار شما آقای امیرحسین اعتمادی و آقای مسعود معیدی در تهران، با امید دیدار هر دو مهمان گرامی در شماره‌های آینده تفسیر خبر. همراه شما عزیزان به ایران میریم، مشکین شهر و مهمانی از این شهر ارجمند. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند از مشکین شهر امیرحسین موحدی، آقای امیرحسین موحدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. آقای موحدی سالها به ناچار در خارج از ایران به سر می برد، مهاجرتی ناخواسته و سرانجام در پی دلتنگی های بسیار
و موضوعات و مسائل و مشکلات بسیاری که دوری از وطن برای ایجاد کرده بود و دلبستگی به وطن و زادگاه خود به ایران باز. اما لدل ورود در پی ورود او دچار مشکلات روزافزونی شد از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران و در این اواخر. به اتفاق شما سلام و خوش آمد میگیم آقای امیرحسین موحدی در مشکل. سلام. سلام و درود بر شما و همه هموطنانم هر جا که هستید و سپاس از فرصتی که همیشه در اختیار فعالین و بشر میگذارید. آقای جالنگی با سپاس از شما. ما آماده هستیم بشنویم آخرین بار بر تن رنجور شما و که بیماری های متاسفانه متعددی هم دارید، از این بابت متاسفیم، حکم شلاق، زربار دوردن شلاق، زربار شلاق ساده. چرا؟ بله، همانطور که اطلاع دارید، خب از همون اول ورود به کشور من در شرایط تقریبا هست و سختی قرار گرفتم، بازجویی ها، زندان های انفرادی و مشکلات فراوان دیگه ای که در این اواخر این آقایون علی رغم این که پزشکی قانونی و خود ایشون در سال 80 دادگاه انقلاب به من عدم تحمل حبس و شلاق را تایید کرده بود، ولی علی رغم همه اینها بر تن یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اخیراً 25 ضرب شلاق را اجرا کردند. جالب توجه اینه که همون آقای قاضی اعتمادی که پرونده را در مورد من اداره میکنه خودش برای نظارت بر حسن اجرای این مجازات که در حقیقت شکنجه است تا مجازات نظارت می کردند و در پایان هم به من گفتند که امثال شما یک حکم اعدام دارید که در وقت مناسب و فرصت مناسب اجرا می شه. گفتم این حکم رو کی داده؟ گفت این یک فتواست که امثال شما باید در جامعه نباشید. اینها در حقیقت همون حکم اعدام رو به صورت تدریجی بر من و سایرین روا داشتند. من اولینش نبودم، آخرینش نیست، متاسفانه نیستم اگر وضعیت به این منوال پیش بره، ولی شکنجه که شلاق از مصادیق اون هم قرون وسطایی من حتی اعتراض نکردم بهش چون به عنوان مجازات قبولش ندارم، ولی به آقای قاضی اعتمادی متذکر شدم که جنایت علیه بشریت همینه و مشمول مرور زمان هم نخواهد شد، چه ما زنده بمانیم چه بمیریم یک روز باید پاسخگوی این اعمال بسیار مشمئز کننده خودتون باشید. خوب خیلی کوتاه بفرمایید که شما خواستتون چی بود، مطالباتتون چی بود که به عنوان مجازات برای شما شلاق داده چی میخواد؟ چون فرصت کمه، اون پرونده هایی که از بعد به ورود برای من ساختن فعلا کنار میذاریم. در 28 اسفند ما با یورش به خونه من و خونه برادرم که خونه برادرم رو اصلا به ایران کرده بودم، بچه هاش هم میدردیدن الان هم بیمارن، در 28 اسفند کامپیوترها و گوشی های ما رو بردم با خودشون و از اونها مسائلی رو استخراج کرده بودند که تبلیغ علیه شرکت در تجمعات خارج از کشور، عکس هایی که احتمالاً در گوشی خب طبیعی باشه. با استناد به اینها
تبانی علیه نظام اعلام کردن و حکم دادن. و جالبه که در حکم نوشتن با توجه به شرایط اجتماعی و شرایط جسمی ایشون حداقل مجازات رو میتیم به این فرد. حداقل مجازات چیزی بود که با تازیانه ما رو کتک زدن و ممکن بود که جانمون رو از دست بدیم. الان هم در شرایط واقعا ناراحت کننده ای زندگی میکنم و بیماری هایم تشخیص پیدا کرده با توجه به سکته مغزی قبلی که قسمتی از بدنم ناتوانه. این آقایون ولی لگدمالمون کردند، ولی ما بر سر موضوعمون مطالباتمون هستیم. و من یک فعال حقوق بشرم، از سال 80 بر سر موضع خودم بوده و هستم و جز این مطالبه دیگری ندارم. جرمم فقط حمایت از بهبود شرایط فعالین سیاسی و مدنی در داخل کشور. سپاسگزار هستیم. آقای امیرحسین موحدی، به امید دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر و به امید بهبود وضعیت جسمی شما. با سپاس از بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، تا برآمدن آفتاب از فراز البرز تا بشان بر فلات. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نه.